دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت در ایران از به صدا درآمدن زنگ خطر کاهش جمعیت خبر داد صالح قاسمی دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت ایران در رابطه با شیب تند کاهش تولد در این کشور اظهار داشت آمارهایی که از سال 1399 داریم به ما میگویند که روند کاهش تند تعداد تولدها همچنان در کشور ایران ادامه دارد وی ادامه داد این روند به طوری است که ما در سال 1394 یک میلیون و هفتاد هزار تولد داشته ایم و در سال 1395 دو هزار تولد از این تعداد کاهش پیدا کرد که این کاهش در سالهای بعد نه تنها ادامه پیدا کرد بلکه بیشتر هم شد تا جایی که سال 96 شاهد کاهش 41 هزار تولد دیگر بودیم و در سال 97 121 هزار تولد دیگر را از دست دادیم وی بیان کرد آمارها نشان می دهد که کاهش تولد سه برابر شده و در سال 98 شاهد کاهش 170 هزار تولد بودیم که این تعداد در یک سال در آمار کشور بی سابقه است. قاسمی ادامه داد، در سال 99 باز هم شاهد بودیم که تعداد نزدیک به 100 هزار تولد در کشور کاهش پیدا کرد و ما تا پایان سال 99 به عدد حدود یک میلیون و صد هزار تولد رسیدیم و میبینیم که فقط از سال 94 تا 99 یعنی در این پنج سال از یک میلیون و پانصد و هفتاد هزار تولد به یک میلیون و صد هزار تولد رسیده و شاهد کاهش چهارصد و هفتاد هزار تولد بوده ایم که این یعنی زنگ خطر به صدا در آمده و چه بسا میل به فرزند خواهی خانواده ها دگرگون شده که این موضوع نیز جای نگرانی دارد. قاسمی افزود من فکر می کنم اگر چه زودتر سیاست های کلی جمعیت اجرایی شود شاید بتوانیم جلوی کاهش تند تعداد تولدهای کشور را بگیریم و در غیر این صورت متاسفانه باید بگویم که زودتر از آنچه که فکر می کردیم نرخ رشد صفر درصد را تجربه خواهیم کرد.